اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. ادامه بحث درباره تفسیر آیه نورانی اهدنا الصراط المستقیم. در مباحث گذشته هدایت رو معنا کردیم و در مبحث سوم واژه شناسی صراط هم به پایان رسید. در مبحث چهارم بحث ما درباره کاربردهای صراط در قرآن کریم است. در قرآن کریم کلمه صراط در پنج معنا به کار میره که حالا یه سوالی یکی از عزیزان داشتن راجع به هدایت. من این رو قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم به این سوال پاسخ بدم و بعد این ادامه این بحث. یه سوالی داشتن، سوال خوبی هست، گفتم سایر دوستان هم توجه داشته باشن. سوال اینه که افرادی از هدایت خاص و ویژه افراد مکلف هدایت پاداشی برخوردار خواهند شد. یعنی ما این رو در تفسیر گفتیم، کسانی از این هدایت ویژه برخوردار میشن که از هدایت عام الهی استفاده نمودند. در مقابل کسانی که با هدایت عام و همگانی مخالفت کردند و به کار نبستن، از این نوع هدایت به علت مجازات الهی محروم میشن. این مطلبی بود که ما گفتیم. سوال این است، آیا در صورتی که چنین افرادی مغلوب وساوس شیطانی و هوای نفس شده اند و خود به این امر اعتراف دارند، به کلی از هر هدایت الهی محروم خواهند بود و باید مایوس از هدایت و رحمت خداوند غفار و رحمت و رحمان و هادی به ذات شوند و دیگر امید رهنمود نداشته باشند، رهنمود شدن نداشته باشند، در حالی که مشاهده شده است بعضی از افراد گمراه و فاسق در لحظات آخر عمر مشمول عنایت و رحمت الهی شده اند و استغفار کردند. خلاصه سوال اینه که ما گفتیم کسانی که گناه کردند، گناهشون هم سنگین هست، اینها به علت مجازات، چون از هدایت عام استفاده نکردن، مجازاتشون اینه که هدایت خاص نشن. در صورتی که ما می‌بینیم که عده‌ای مثل فوزیل و امثال اینها افراد دوز بودن، افراد بد بودن، افراد گناهکار بودن، در آخر عمر چی مشمول هدایت خاص الهی شدن و توبه کردن. جوابش این است که در صورتی انسان از هدایت عام به طور مطلق محروم میشه که دیگه به طور کلی اون جوهره روحش فاسد شده باشه، یعنی به اونجا رسیده باشه که قرآن میگه صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اینهایی که از هدایت خاص الهی محرومن، اینا یعنی اینایی هستن که دیگه اصلا
اون جوهر فطرت، جوهر ذاتشون به طور کلی فاسد شدن. دیگه قرآن میگه ثم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که اینا دیگه اصلا قلبشون مهرموم شده، اینا به هیچ نحو بر نمیگرد، اینا به طور کلی از هدایت الهی چیه؟ اینا کسانی هستن که از هدایت خاص الهی به طور کلی محرومن. ولی یه عده هستن گناه کردن، ولی در کنار گناهشون یک سلسله نقاط روشنی هم در زندگیشون دارن. ممکنه سی دوز باشه، ولی کن یه سلسله کارهای، یه کارهایی داره در زندگی که این باعث میشه که عاقبت به خیر بشه. برعکسش هم هست، بعضی ممکنه سی نماز شب خون باشه، خیلی آدم نمازهای اول وقت هم بخونه، ولی یه کارهای نقاط ضعفی در زندگیش داره که عاقبت به شر میشه. عاقبت به خیری و عاقبت به شری ریشه در خود کارهای خود انسان داره. یعنی اون اگر خداوند کسی رو هدایت میکنه در آخر عمر، دلیلش این است که در اول عمرش خودش یک نقطه روشنی در زندگی داره. و اگر کسی هم نه، خیلی آدم به حسب ظاهر آدم خوبیه، نمازخونه، نماز شب خونه، یا حتی عاقبت به شر میشه. خیلی ها هستن که اینجوری هستن که عاقبت به شر، عکسش هم هستش. اینها یک نقاط، یک گناهانی دارن که در بعض از روایات دارد که وقتی انسان یک گناهی رو میکنه، خداوند میگه هر چه کاری دیگه میکنه بکن. مثلا در مورد فرض کن عاق والدین که میگه یقول به عاق والدین گفته میشود که هر کاری که میخوای بکن بکن که خدا نمیامرزد، یه همچین چیزی. بعضی از گناهان هستش که شب سبب عاقبت به شر میشه. بعضی از کارهای خوب هم هست که اگر در کنار گناه هم انجام میشه یک نقاط روشنی هست، مثل طیب خدا رضوان الله تعالی علیه که عاقبت به خیر شد، این یه نقاط خوبی داشته در زندگی که سبب شده که اون آخر کار خدا دستش رو گرفته. خب اما در رابطه با کاربردهای صراط در قرآن، در رابطه با کاربردهای صراط در قرآن اشاره کردم که در پنج معنا این کلمه صراط به کار رفته. برای اینکه بفهمیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی، باید این پنج معنا رو خدمتتون عرض کنیم و بعد بگیم کدام یک از این معانی در اهدنا الصراط المستقیم مورد نظر هست. معنای اول صراط عبارت است از راه درست زندگی. راه درست زندگی یعنی چی؟ یعنی راهی که انسان رو به خیر و سعادت دنیا و آخرت میرسونه. اگر انسان بخواد در دنیا و آخرت سعادتمند باشه، خوشبخت باشه، خیر دنیا و آخرتش نصیب، خیر دنیا و آخرت نصیبش بشه، به عبارت دیگر به مقصد اعلای انسانیت برسه، این یه راهی داره، یه برنامه ای داره که اون برنامه همون راه رسیدن به اون هست. این راه درست زندگی رو قرآن بهش میگه صراط مستقیم. چیزی که هست این معنا رو قرآن با دو تعبیر بیان کرده، یعنی راه درست زندگی در قرآن دو تا تعبیر داره. یکیش راه خدا. راه خدا همان راه درست زندگی است. تردیدی نیست که بهترین راه کامیابی از زندگی، سعادت انسان، خیر دنیا و آخرت، اون راهی است که آفریدگار انسان به انسان نشون میده. اون کسی که این ساختمون رو ساخته، این بدن انسان رو آفریده، جسم و روح انسان رو خلق کرده، اون بهترین کسی است که برای این ساختمان خودش، برای این مخلوق خودش چیه؟ برنامه بده. چرا؟ چرا خدا بهترین برنامه رو برای زندگی انسان میتونه بده، بهترین قانون میتونه برای زندگی انسان وضع کنه، بهترین راه رو برای زندگی به انسان نشون بده؟ چون این، البته این بحث مفصلی داره که ما در کتاب فلسفه وحی و نبوت اونجا آوردیم، کسی میخواد مراجعه بکنه به اونجا، ولی اینجا در سه کلمه من عرض میکنم. دلیلش این است که اولا خدا بی نیاز مطلقه.
اگر کسی دیگه بخواد انسان رو راهنمایی کنه نیاز داشته باشه، نیاز خودش هم در نظر میگیره، ولی خدا بی نیاز مطلق است، نیازی به انسان نداره. این هر کس انسان رو میخواد برای خودش میخواد، همونطور که در حدیث قدسی آمده خداوند انسان رو برای خود انسان میخواد، چون خودش غنی به ذاته. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، همه مردم هم کافر بشن خدا نیاز به هیچ کی نداره، خدا بی نیاز و ستود است. و ثانیاً از نیازهای انسان خبر داره، خدا میداند که هر انسانی چه نیازی داره و چه برنامه ای برای تأمین نیازهای انسان لازم هست. هم خودش بی نیازه، هم نیازهای انسان رو میدونه ثانیاً، و ثالثاً راه تأمین نیازها و خواستهای او رو بهتر از هر کسی دیگه میدونه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اون کسی که این رو خریده آفریده، این ساختمون رو ساخته، نمیدونه چه نیازهایی داره، این رو قضاوتش به خود انسان واگذار کرده. چون خدا بی نیاز مطلقه، از نیازهای انسان کاملا مطلعه و راه تأمین نیازهای انسان رو بهتر از هر کس دیگر میدونه.